می‌فرمایند که ما هرگز نمی‌توانیم در دنیا به صلح برسیم تا زمانی که با خود صلح نکنیم. دالائی لاما، 31 شهریور، روز جهانی صلح. درود بر شما، بامداد نکو، آدینتون نکو. بنده اهورانیازی هستم. ساعت 6:33:13 بود. 22 سپتامبر براتون آرزوی سلامتی دارم. دیروز ویدیوی لایحه عفاف و حجاب رو در سوشال مدیا منتشر کردم. هدف اصلیش در جهت ساخت در اینستاگرام بود. بازخورد فوق العاده خوبی داشت. به شدت شروع شد به بازنشر شدن. هدف من از ساخت این ویدیو آگاهی بخشی بوده. آگاه باشیم نسبت به لایحه‌ای که در حال تصویب هستش و بتونیم بهترین تصمیم رو به عنوان شهروندان این مرز و بوم نسبت بهش داشته باشیم. براتون آرزوی سلامتی دارم. امروز اولین روزی هستش که در تاریخ ما ایرانیان روز سخت و تلخی بوده. در سال 1359 31 شهریور آغاز تهاجم دولت عراق به ایران بوده. دو روز پیش دقیقاً در چنین روزی، یعنی 29 شهریور، به صورت رسمی اگر اشتباه نکنم روز آغاز جنگ ایران و عراق بوده، اعلام شده ای بین ایران و عراق جنگه و دو روز بعدش آغاز تهاجم عراق به ایران بوده. امروز زادروز پرویز یاحقی بوده. 1314 پرویز یاحقی، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده ویالون اهل ایران، پرویز صدیقی پارسی، ملقب به پرویز یاحقی. به سبب اینی که امروز جنگ بین ایران و عراق اتفاق میفته، هفته دفاع مقدس هم نامگذاری شده. دقیقا در چنین روز 22 سپتامبر 1986 دادگاه آمریکا قانون کپی رایت رو برای کدنویس ها اعمال کرد. یعنی اگر شما میومدید برای یک اپلیکیشنی تا قبل از 1986 22 سپتامبر کدی مینوشتین، هر کسی میتونست بیاد کدتون رو برداره، کپی بکنه، تو اپلیکیشن خودش به کار ببره. هیچ کسی هم نمیتونست بهش بگه بالا چشت ابروه. چرا؟ چون قانون کپی رایتی روش نبوده. ولی بعد از 22 سپتامبر 1986 اگه میومد همچین کاری میکرد، بعد دوستش تموم میشد. داشت من بعد واسش تموم میشد. میدونی چی میگم؟ بریم سراغ اخبار از دیم. براتون بازی آوردم، اندرویدی، بازی جذاب. نگاه این گوگولیا رو، $1 قیمتشون بوده، رایگان شده دوستان من. در بخش کپشن میبینید بازی 1.5 دلاری رایگان شده. البته اینا اپاشن، بازی 1 دلاری رایگان شده. برید بازی بکنید، عجب بکنید، داشتین لذتش هم میبردین. یک دعای خیلی برای من نبکنید. بله، بریم سراغ خبر بعدی. توکیو سالانه یک مراسمی داره و به بازی ها و کنسول ها و کمپانی ها جایزه میده. NES که در ایران با نام میکرو شناخته میشه، در آمریکا با نام فامیکام یا همون NES شناخته میشه. نینتندو انترتینینگ سیستم با همین رخی که اینجا داره، دقیقاً همون میکروی که توی ایران بود، بعد از این همه سال دوباره یک جایزه برده تحت عنوان در توکیو سالانه یک مراسمی برگزار میشه و جوایز بازی‌های اهدا میشه به انواعی از عناوین بازی، کنسول‌ها، کمپانی‌ها. بعد از این همه سال مجدد به فامیکام یا همون NES یا همون نینتندو انترتینینگ سیستم یا همون در بازار خودمون ایران با نام میکرو، همون چیزی که ما باش خاطره داریم، باز جایزه دادن. این دفعه جایزه وزیر اقتصاد و پاداشی به عنوان وزارت صنعت و معدن. به سبب اینکه درست عنوان بسیار طولانیه، ولی به سبب تأثیر بسیار بالایی که در صنعت بازیسازی ژاپن گذاشت، تأثیری که در صنعت بازیسازی جهانی گذاشت و بسیار کنسول نوآوری بود، از طراحی بگیرید تا توانایی‌هاش و اینی که چه بازیسازهایی اومدن، چه بازی‌های متنوع و جذابی براش ساختن. بنده بسیار خوب خاطرم هست که بازی‌های سگا خیلی جذاب بود، اما تنوع بازی‌های نینتندو اصلا توی یک کلاس دیگری بود. یعنی یه چیزایی توش پیدا می‌کردی که اصلا به خواب سگا هم نمی‌اومد. مگا درایو، کنسول سگا.
ما تو ایران به سبب نداشتن سواد کافی اون موقع ها خیلی عناوین رو به اشتباه یاد میگرفتیم. میگفتن سگا، در صورتی که سگا نام کمپانیه بود، مگا درایو اسم باز کنسوله بود. اندروید اومده دوباره اپل رو به خاطر اینی که خدمات RCS رو پشتیبانی نمیکنه مسخره کرده. داستان RCS چیه؟ در جریان گرین بابل و بلو بابل هستید دیگه. آی مسیج وقتی توش پیام میدید به یک فرد دیگری که آی مسیج داره، پیام شما در یک چت باکس آبی رنگ یا یک حباب آبی رنگ میره و وقتی که به شخصی که اندرویدی باشه پیام بدید در رنگ سبز میره. سبز به این معناست که دیگه اون خدمات آی مسیجی که بین آی او اسی هاست ها هست رو در اینجا پشتیبانی نمی کنه. بعد گوگل گفت آقا بیا توی اندروید RCS رو پشتیبانی کن تا این قضیه گرین بابل و بلو بابل برای همیشه از بین بره. اپل هم به حرفش اکتفا نکرد و در کمپین های تبلیغاتی مختلف اندروید به شوخی پیامش رو به اپل میرسون. اینم یه تبلیغ دیگه شو با هم ببینیم. چرا توضیح دادم؟ بعد تو دل این کمپین تبلیغاتیش یک قسمتی رو راه انداخت، Get the message، که در واقع از مردم کمک بکنه، کمک بگیره که مردم به اپل بفهمونن بابا پیامو بگیر دیگه. و خیلی بامزه بود. سعی میکنم ریل اینو بسازم، ریل فانی خواهد شد. دو تا خبر میخوام از گوگل براتون بخونم. یکیش اینه، در یوتیوب شما الان که نه، به زودی میتونید برای شورت هاتون از افکت گرین اسکرین استفاده کنید. افکتی که لازم نیست پشتتون پرده سبز باشه ها، خودش به صورت خودکار مثل تیک تاک و اینستاگرام پشتتون رو حذف میکنه، اما بک‌گراند پشتتون رو با هوش مصنوعی مولد میتونید خلق کنید. خودتون هر تصویری که تکست پرامپت بدین اون براتون خلقش میکنه و یک بک‌گراند بهتون میده، میتونید استفاده بکنید. طبیعتاً به قدرت مثلا بک‌گراندی که دال ای 3 بهتون میده اخیراً هم عرضه شده نیست، البته در دسترس هم نیست، ولی خب به هر حال این یکی. مورد دوم، اگه خاطرتون باشه چند روز پیشا بهتون گفتم که شورتز داره بهش یه قابلیتی اضافه میشه که میتونی توش لینکی بذاری که مرتبطش میکنه با ویدیو اصلی. این شکلی تو میتونی در کنار ویدیوهای اصلی همون ویدیو رو کوچولو بکنی بیاری تو پلتفرم شورتز، اما از طرفی هم نذاری کاربرت محتواتو از دست بده. ویدیو رو میبینه، خوشش اومد، میاد ویدیو اصلی رو میبینه. الان نوتیفیکیشنش برای من اومده بود. خدای من ببین پیشرفت چطوریه. اولین تصاویری که اوپن ای آی از دال ای بیرون داد، نگاه کن چه کیفیت بدی داره، چقدر همه چی ناقص، مثلا کله اسب قشنگ معلومه از یه جا جنریت شده اومده، چقدر همه چی چرت و پرته. این مال سال 2022ه، بعد یهو همچین تصاویری رو بسازه تو عرض یک سال. فکر کن 5 سال دیگه چی میشه. 5 سال دیگه ویدیو میسازن اش کنی، بعد ماها دیگه اون موقع چی کاریم؟ نمیدونم، باید ببینیم چه اتفاقی برایمون و آینده کارمون میافته. آها، خب دیروز مراسم مایکروسافت بود و گفتیم که قرار محصولات جدیدش رو بده بیرون. این یکیشه. آپدیت بزرگی برای ویندوز 11 26 سپتامبر عرضه میشه که داخل اون اپلی بخش کوپایلت ای آی میره تو ویندوز، هوش مصنوعی ادغام میشه با ویندوز. این خیلی جذابه. وای. همچنین سرفیس لپتاپ گو 3 رو عرضه کرده و سرفیس لپتاپ استیریو 2. حالا اگر در جریان نیستید که کوپایلوت ای آی چی کار میکنه، یه جور دستیار همه کار است در ویندوز. براتون عکس خودش میسازه، میره اطلاعات رو میگرده پیدا میکنه، بک‌گراند جدا میکنه، 4 تا تکست درست میکنه، کاری آفیس مافیس براتون انجام میده. یه کسی که کامپیوتر بلده. میدونی چی میگم؟ همیشه هست میگن که کامپیوتر بلدی؟ بیایی مشکل من رو رفع کنی. این اون کاره رو برات انجام میده. سرفیس لپتاپ گو 3 رو مشاهده میکنید، 799 دلار که 3 اکتبر عرضه میشه. 88% سریعتر از مدل قبلیشه. این دستگاه که فوق العاده سبکه، نمایشگر 12 اینچی داره،
320 نیت هم روشنایی نمایشگرش هستش، رزولوشنش فول اچ دی هستش و نسبت به نسل قبلی خودش که 3 سال پیش عرضه شده 88% سریع‌تر شده. نسل 12 سی پی یو کور آی 5 داخلش به کار رفته با کارت گرافیک های آنبورد RXXE و 16 گیگابایت حافظه رم DDR5، 256 گیگابایت تا 512 گیگابایت حافظه داخلی، 720p کیفیت دوربینش هستش. شما USB-C 3.2 دریافت میکنید داخلش، دیسپلی پورت و فست شارژینگ رو هم پشتیبانی میکنه، همون یه دونه پورت. USB-A 3.1 هم داره، جک 3.5 میلیمتری داره و وایفای 6 و بلوتوس 5.1. یه نگاهی هم بهش بندازیم. اوهو، دیدید حسگر اثر انگشت داشت. داد برارم برارم بام. او دیدی پیام چیز آیفون رو در لحظه توی ویندوز ترانسفر میکرد اطلاعاتشو. کوپایلت رو میبینید که داخلش به کار رفته. اتصال وایرلس و سیمی به نمایشگر. 4 رنگ داره، سبز و نقره‌ای و آبی و گلبهی یاسی. اگر دوست ندارید مکبوک بخرید، این واقعا گزینه خوبیه. خب سرفیس لپتاپ استریو 2، سی پی یو نسل 13، کارت گرافیک های RTX سری 40. تو همچین یه ذره بچه چطوری ممکنه 4050 و 4060 توش به کار رفته؟ سی پی یو نسل 13 کور آی 7 اچ که میگه که برابری میکنه با چیپست M2 Max MacBook Pro. What؟ 64 گیگرم داره، 2 ترابایت حافظه، قلم هم داره، نمایشگر 120 هرتزی. چرا تو همچین چیزی؟ پایینش کلن فن به کار رفته. تبلت میشه. خدای من، نسبت به مکبوک پرو اپل دو تا برتری داره. 1 قلم پشتیبانه میکنه، 2 نمایشگرش تاچه، 3 تا داره، 3 تبدیل به تبلت هم میشه. فوق العاده برای دیزاینر ها قویه. لا 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 عالی بود، خیلی خوشم اومد. نه انصافا خوشم اومد. آورین آورین. یاورون مسن من مسه مخوباده حلسن تیری 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 کم گرد نشم.
خب من میخوام یه خبری رو به صورت اختصاصی براتون بخونم. خبری هستش که مربوط به لایحه حجاب و عفافه. اینو یه پوشش ریزی روش بدیم، گرچه دیروز پوششش دادیم، در اینستاگرام ویدیوشو ساختیم، در یوتیوب هم ویدیوشو ساختیم، ولی اون عزیزانی که فقط تمایل دارن در صفحه بنده خبر امروز دنبال بکنن، من این لایحه رو براتون خلاصه نکات مهمش و اون چیزی که بیشتر در سطح آگاهی بنده هست رو براتون مطالعه میکنم. این لایحه توسط مجلس تصویب شده و به صورت آزمایشی قرار امتحان بشه. لازم به ذکر اول داستان بگم که این لایحه برای اجرایی شدن نیاز به تایید شورای نگهبان داره. حالا مفادش نمیدونم دیگه چطوری هستش که آیا شورای نگهبان تایید میکنه یا خیر. من براتون چند تا از این موادش رو میخونم از بین 70 موادی که این لایحه داره. ماده 41 میگه آقا در اینستاگرام فعالیت میکنی، خانم و آقات فرق نمیکنه، مشهور باشی و تاثیرگذار، که همین دوتا جمله یعنی همه آدما. ببین تو پست 4000 نفر رو دنبال میکنه، یعنی تو رو تو چی میگم تو صفحت 4000 نفر دنبالت میکنن، اوکی؟ بعد یه فعالیتی میکنی مثلا بی عفافیه، بی حجابیه. اینی که تو تاثیرگذاری یا تاثیرگذاری نیستی چه پارامتری داره، چه معیاری داره که بشه مشخصش کرد تو تاثیرگذاری یا تاثیرگذار نیستی؟ پس در جریان باشه، شامل حال همه میشه. فقط از اونجایی که رصد اینستاگرام کار سختیه، میرن سراغ اونایی که پستشون وایرال میشه یا آدمای معروفی هستن، اوکی؟ پس در جریان قضیه باشه، شامل حال همه است. میگه که آقا تو اینستاگرام فعالیت میکنی، خب باشه، به شرطی که بیای بی‌حجابی و بی‌عفافی رو ترویج بکنی تو مجرم شناخته میشی و جزای حد اکثر نقدی درجه دو که معادل 280 میلیون رو باید پرداخت کنی یا 1-5% کل دارایی، داخل پرانتز هر کدومی که ارزشش بیشتر بود. عموما درجه دو چیز است دیگه، 1-5%. میگه که به علاوه اینه که به تشخیص قاضی تا 2 سال ممکنه ممنوع خروج بشی، تا 2 سال ممنوع از فعالیت عمومی و تا 6 ماه اگر جریمه بشی به صورت کلی تا 6 ماه هم تبلیغاتت حذف میشه. ماده 42 میگه پلتفرم های کاربرمحور ایرانی داریم، مثلا آپارات، اگه باید یک سیستم رصد انسانی و هوشمند تعدیل بکنید که محتوایی که مروج و مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوشی هست نهایتاً تا 7-12 ساعت پاک بشه. پلتفرمت کاربرمحور نیست، مثلا این سایت های گجت نیوز و اینجور چیزا، اگر محتوای این شکلی بد بذارید 7-15% درآمد سالانه جریمه میشی، سری دوم تا 25%. فراجا همچنین با تقویت دوربین های هوش مصنوعی خودش باید به تشخیص چهره افراد بپردازه که متخلفین رو گزارش بده به قوه قضاییه. همچنین باید سیستمی رو تعدیل بکنه برای رصد هنجار شکنی ها در شبکه های اجتماعی. مورد بعدی ماده 52 تخلف بیهجابی در خودروهای شخصی هست، 500 هزار تومان جریمه شه. این قضیه از این به بعد در تاکسی های آنلاین هم باید رعایت بشه و پلتفرم های تاکسی آنلاین ظرف مدت 2 ماه باید یک سیستمی رو تعدیل بکنن که راننده بتونه بدحجابی بی‌حجابی رو گزارش بده. در صورتی که راننده بی‌حجابی رو گزارش بده از جریمه معاف میشه. و علاوه پلتفرم ها باید سیستمی رو تعدیل بکنن که ماموران فراجا دسترسی آنلاین، ارتباط آنلاین با این پلتفرم ها داشته باشن. من این شکلی برداشت کردم از این مورد آخر، شاید هم اشتباه برداشت کرده باشم. این هستش که یعنی بتونن رصد کنن رو نقشه مسافران چیزشون، راننده هاشون و مسافرینشون که الان این راننده، این خانم بی حجاب گزارش کرد کجای شهره، مبدأ کجاست، مبدأش کجاست، مقصدش کجاست. این ویدیو رو پیشتر ساختم، در یوتیوب قرار گرفته، در اینستاگرام هم قرار گرفته. میریم سراغ بخش تیترخوانی. گوشی های جدید گلکسی سامسونگ همان S23 ها اما با درجه نظامی. نگاه کن ابعاد و یا پیغمبر. واه، رخ کارو بگیر. نگاه کن چه هیولاییه. Redmi Note 13 Pro Plus میان رده شگفت انگیز شیائومی معرفی شد. واردات گوشی بالای 600 دلار به کشور آزاد شد، اما یک شرط وجود دارد. تو باید بری از سهمیه صادرات یه نفر دیگه استفاده کنی. نمیفهممش. یعنی مثلا من یک سهمیه صادراتی دارم، کامل ازش استفاده نمیکنم. تو میای از اون استفاده میکنی. بعد این وسط چی به وجود میاد؟ طرف میره سهمیه صادراتشو میفروشه. اوه، کشف یک معبد با ارزش
معبد با ارزش در مصر پر از گنج و طلا. واه. در حین کاوش کانالی در سواحل مدیترانه، باستانشناسان یک معبد غرق شده و پناهگاهی مملو از گنجینه‌های باستانی را کشف کردند که اشیای درون آنها به خدای آمون و الهه آفرودیت مربوط می‌شود. این معبد در اواسط قرن دوم قبل از میلاد طی یک رویداد فاجعه بار تا حدی نابود شد. در ابتدا برای خدای آمون ساخته شده بود و از اهمیت بسیاری برخوردار بوده. نگاه کن، دست اونجاست. وای چه خفن، چه عجیبه. این لایحه عفاف و حجاب رو تو وبسایت ها پیدا نمی کنی، تو سوشال میدیاشون می بینی. آقا این قرص راکوتان، من این چیزی راجبش بگم، بچه بودم تو دارخونه دختر عمم کار می کردم، یه مدت مصرف کردم. قرصیه که برای جوش ها استفاده میشه، پوست رو شفاف میکنه. اما قرصیه که برای فکر میکنم تنظیم کبد استفاده میشه. قرص خیلی سرسختیه، خطرناکم هست مصرفش. به شدت صورت رو خشک میکنه، لباتون به شدت خشک میشه و آزارتون میده این قرص، اما واقعا تاثیر میذاره. بینگ به نسخه جدید دال این مجهز میشود. وای چقدر خفن، خیلی خفن. دال ایسه بود معرفی شده بود، به بینگ اضافه میشه. زده رایگان میدونی استفاده کنی. ای وای، مسیردهی اشتباه گوگل مپ یک نفر رو به کام مرگ کشاند. طرف رفته از تو در رو افتاده پایین، سقوط کرده، فوت کرده. من خودم با گوگل مپ خیلی مسیرامو اشتباه رفتم، خصوصا مسیرهای خارج شهر. خیلی بد مسیردهی میکنه. ارتباط عجیبه بین آلودگی هوا و احتمال خودکشی. وقتی توییتر رو باز میکنم یاد فیلم فارست گامپ میفتم که اولش میگه که ماما always says life's like a box of chocolate. You never know what you get, what you gonna get. میگه که زندگی شبیه جعبه شکلاته، تو هیچ وقت نمیدونی چی گیرت میاد. منظورش از این شکلات های رندوم از لحاظ طعمی. بازش میکنیم، هر دفعه سورپرایزمون میکنن. دیروز خاطرتون هست یه چیپست از نیورالینک نشون دادیم، گفتیم قرار رو مغز یک فرد معلول به کار گرفته بشه در آزمایشگاه نیورالینک. خبر اومده که میمونهایی در آزمایشگاه نیورالینک از بین رفتن. و باز هم میلاد نوری و باز هم آگاه‌سازی. گوگل در سرویس تکست اف ایکس به شما کمک میکنه اگر رپر هستید، اگر دوست دارید واژه سازی بکنید، دوست دارید با کلمات بازی بکنید، بهتون کلمه پیشنهاد میده، اکسپلور میده، گسترش میده، مخفف میکنه. مثلا خودش اومده میلاد و اکرونیم مخففش کرده شده make it like a dream. لینکش textfx.withgoogle.com هست، بسیار کارآمده، میتونید استفاده بکنید واسه نوآوریاتون. من از اونجایی که همیشه رپ کردن رو دوست داشتم، ولی به سبب اینی که زندگی یک جور دیگری بود نتونستم فرصت کنم برم دنبال لیریکس نوشتن. اگه دوست داریم میتونم یه تیکه براتون رپ بخونم. میگه که ز رسم عارفان به یاد خدا، میخونم این نامه رو به نام خدا. ز سان پلنگ بر پشت گور، بر سانم دادار هور. ترسانم همیشه از تیر گز، که به زد روزین سان رز. که غم به میان آورد در این بزم، که شاها بمیرد بو در این رز. من به گفتارم و گفتار خود، کشم دشمن به رفتار خود. صورت و سیرت من یکیست، جز زهورایی در من نیست. و همین هست و هست، همین دست و رست، همین قلم مست. نگفت آب واقع کر هستی هست. سوگن بدان آنم است، که عارفا رود با این خلص. جنین و چنان نگفت اهورا بیش، که دست من زخار قلم یافت ریش. اینو 19 سالگی نوشتم. Anyway دوست داشتم همیشه رپ بنویسم، ولی خب سخت بود باشم و الان خیلی وقتم آزاد نیست، ولی خیلی دوست دارم بهش بپردازم. از هوش مصنوعی میتونم برای علاقم استفاده کنم. قوه تخیلتون رو به کار بگیریم. هویت بصری لوگو فیسبوک تغییر کرده. الان به نظر شما این تغییر محسوب میشه برای تغییر هویت بصریش؟ یکم تیره بود و روشن‌تر شده. خیلی خب، خدافظ. آخر هفته خوبی داشته باشین. فردا شنبه با خبر امروز میام بالا سرتون. خدافظ.